بچه‌ها چطورید؟ خوش اومدید به ولاگ جدید دیگه. بچه‌ها امروز قراره که با هم بریم سمت پاریس. پاریس شهر فرهنگ، شهر صبحونه، رستوران، شهر برج ایفل، شهر اروپا، آمریکا، اسرائیل. پاریس یه شهر بسیار بسیار زیباست که من از بچگی دوست داشتم برم اونجا. شهر مورد علاقه منه، خیلی دوستش دارم. امروز قراره که به اون آرزو برسم، قراره که بریم پاریس، با هم کل پاریس رو بگردیم. و الان من جلو در خونم هنوز استارت به سفرت رو نزدم که دوربین رو روشن کردم و قرار شد که شما همراه خودم ببرم. خوبه. اولین کاری که باید بکنیم، ما باید توی ناویمون بنویسیم که پاریس، ببینیم که چجوری ما رو میبره. آره پاریس، فرانک بچه یعنی فرانسه. چی میگی؟ ما الان توی برلینیم و باید تقریبا 3 بار ماشین رو شارژ کنیم تا برسیم به کشوری زیبای پاریس. و قراره که از برلین بریم سمت هانوفر، از هانوفر بریم سمت دورتموند، بعد سمت هلند، بروسل و بعد پاریس. یعنی قشنگ 3 تا کشور رو با هم رد می‌کنیم. بچه ما تقریبا ساعت 7:20 شب میرسیم. الان 7:50 صبح، 13-14 ساعت تو راهیم. پس حتما ما با همراه باشید. Let's go. تمام زحمت های مسافرت و نامزدم اکسانا زحمت کشیده، بنده فقط پولا رو حساب کردم. Thank you for your trying and زحمت. برای بچه زیبا متاسفانه اتوبان به اشتباهی رفتم و فکر کنم یه 20 دقیقه دیر میرسیم. براسته که ریدم، ریدم. خب بچه بعد از تقریبا 1 ساعت و نیم ماشین سواری، الان وقتی یه کافی خوشمزه است. ما اومدیم توی هوم بنزین، توی کافی خوشمزه و خوشگل بزنیم. بچه اینم منو غذاهاشون هست، ساندویچ و جور چیزا. ولی خب هیچ جا ساندویچی یا شیرینی فروشی ایران نمیشه بچه. بچه گل تقریبا نزدیک شدیم به اولین ایستگاه شارژ تسلا. بچه 2 دقیقه که تقریبا میرسیم. باتری ماشینم 5% و اونجا فکر کنم باید باتری ماشین رو پر کنم. آخی آورفز ما اینو از دست ندادم. تا الان 2 بار بود که یه اتوبان از دست دادم. بعد مجبور شدم در 20 کیلومتر برم جلو و دور بزنم. من دیشبم تقریبا 4 ساعت خوابیدم و خیلی احساس خستگی دارم. اتوپایلوت ماشین که روشن بود نزدیک بود چرت برم. سعی می‌کنم حالا ماشین رو شارژ کنم و یه 40 دقیقه هم یه چرت بزنم توی ماشین، چون تقریبا 40 دقیقه طول می‌کشه تا شارژ ماشین پر شه. واسه همین میتونم تو اون 40 دقیقه یه 4 تا کوچولو بزنم و بعد بریم واسه ارمین. بچه این تسلا طلایی هم خیلی قشنگه. روش فکر کنم روکش زده و اینم پرفورمنس، ولی رینگاشو عوض کرده. رینگ من اورجیناله. خیلی شیکه بچه، واقعا رنگش قشنگه. از جلو هم اینجوریه. ما منتظر بمونیم تا ماشینمون شارژ بشه و میتونیم از این فرصت استفاده کنیم یه سر بریم دستشویی، یکم مغزنا رو خالی کنیم و یه غذای کوچولو هم بزنیم و بعد آماده بشیم برای ادامه مسیر. اگه وقت بود یه شورت هم بزنم که دیگه فکر کنم وقت نمیشه. حتماً بچه یه دونه دستگاه اتومات پیدا کردیم که من گفتم بیا اینجوری یه تلاش کنیم چیزی میتونیم برنده بشیم. ولی دستگاه اتومات اصلا اون خیلی عجیبه. نگاه کنید از این سمت، اگر من حتی با اون دستگاه مثلا بزنم به این کارتون، این نمیفته پایین، چون نگاه کن پشتش سفته. واقعا برای من عجیبه. فکر کنم این ترفند نشده که ما پول بندازیم و چیزی برنده نشیم. نمیدونم، اگه شما میدونید حتما تو کامنت بنویسید. شاید سیستمش فرق داره، ولی خب ما امتحان میکنیم. هر امتحانی که میکنیم یه پولشه. امیدوارم یه چیز ببرم. با این تکون ما این هستریه. دیدم داره نزدیک میشه، فکر نکنم بره. نه وای، من آوردم دقیقاً روش. به مزه که بل کردم یکم اومد چپ‌تر، یعنی ترفندشون. میخوام که برنده نشم. یه بار دیگه امتحان می‌کنید ببینید که چه برنده میشه. ولی پول ندارم، مثلا خورد کنم. پس من برم سریع پول خورد کنم. خب بچه‌ها رفتم دم در کاسه و متأسفانه بهم پول خورد ندادم. بچه‌ها که یه دونه روشی داره خریدم، یک دونه 1 یورویی بهم داد. بچه‌ها من اینجا واقعاً امیدی ندارم، چون بهتون پشتم نشون دادم. واقعاً فکر می‌کنم دارن کراس سرمون می‌ذارن این خارجیای باهوش. واسه همین یه بار شانس بودم امتحان کنیم. دوستانم همراهمون، اگر که من بتونم یه چیز در بیارم، آخر عمر میشم برای سوپرمن. بریم ببینیم که چیزی میتونید در بیارین. البته منم اینجا حس می‌کنم شانسم خیلی کمه چون دستگیرش خیلی بزرگه. یعنی هر چیزی که بگیره امکانش هست دور. بشه گوسه ها؟ پینکه. خب بچه‌ها زودتر اون چیزای قهوه‌ای رو چیزو می‌خواد با سرم ما بریم سر وقت اونم. برو من چون برو 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 من نتیجه اخلاقی اینه که هیچ وقت گنده‌گوزی نکنید و هیچ وقت ادای جنتلمنا رو در نیارید. به جایی که پولاتون تو این دستگاه پرت کنید برید دو تا عروسک بگیرید خیلی هم بیشتر خوشحال میشن. خب بچه‌ها ماشین داره شارژ میشه. الان 63% شارژ داره و ما اومدیم رستوران که یه غذای توپ بزنیم بعد با شکم پر بریم برای ادامه مسابقه. بچه‌ها غذامون هم اومد. دلتون نخواد این گوشت بچه‌ها خوک نیست. گوشت مرغ با سیب زمینی سرخ شده، سس کره، دو دخترم هم که سالاد سفارش داده بزنیم شده. با اینکه کتک خوردم ولی بازم طعمش خیلی خوبه. I'm not wasting my time. I'm doing just fine, but it's all pretend. You said you don't know. You sit on my phone. You texting my phone, but I never sent. You say why I couldn't never say. You play with magnet. So love me so magnetic. You're magnet. So love me so magnetic. بچه ما الان سمت دورتموندیم، الان سوی آلمانیم و نزدیکای یه شهریم به اسم لواکوز و فکر کنم لواکوز یه تیم فوتبال هم داره که سردار آزمون تو این تیم بازی میکنه. ما الان نزدیک بوپرتالیم، به دوسلدورف توی مسیرمونه. لواکوز هم باید همین نزدیکی‌ها باشه. برعکس ما اینجا ماشین رو شارژ کنیم و ایستگاه بعدیمون توی فرانسه است. وای چه طبیعت زیبایی هم داره واقعا این منطقه لواکوز. من شنیده بودم که دوسلدورف و کلن و اینجور منطقه خیلی قشنگه ولی واقعا از نزدیک تا حالا ندیده بودم. این اولین باره که اومدم تو این منطقه و خیلی قشنگه. بچه‌ها شما واقعا خودتون شاهد روحیه اروپایی‌ها باشید. یه دونه هوندا آیسی جدیدا داره بعد دوچرخه رو گذاشته رو سر اومده برای خودش مسافرت. بابا دمت گرم. الان اگه ایران بود طرف به جای دوچرخه خیلی رو آفتابه همراهش می‌گفت. آ بچه‌های گل آقا رسیدیم به سوپر شارژر بعدی تسلا و بله اینجا پر تسلاست. یه تسلای مدل وای خفن، بازم مدل وای، شاید مدل وای اینجاست. بریم برای بار دوم ماشین رو ضبط کنیم و ضبط کنیم. ریدم بچا. بریم برای بار دوم ماشین رو شارژ کنیم و بعد بریم سمت پاریس. خب بریم که بکنیمش توی ماشین. بیرون بیرون نرسیم. چه حالی به آدم یهو استراحت میکنه بعد از این همه رانندگی. واقعا کمرم داره به فنا میره. بچه‌هاشون هم میبینیم که متاسفانه دهنش سرویسه، کامیونش چیز شده، پنچر شده، داره لاستیکاشو عوض میکنه. خدا قوت بده. وای بچا دوباره شاشم داره میریزه. اینو ببینید بچا دستشون پولیه. این بده چه دستگاه خفنی هم داره لابد. 70 سنت پولشه. هم پول کاغذی میشه انداخت، هم پول سکه‌ای، همین که با کریدیت کارت میشه پرداخت کرد. تمام. اینم از رسیدش. من توی کل زندگیم دارم 70 سنت بابت یه شاش ندارم. برمکس عزیز شاش 20000 تومانی مون هم رفتیم ریختیم. یعنی واقعا مسئول اینجا رو باید گرفت و دیگه خودتون می‌دونید بعد چیکار کردید. 20000 تومان واسه یه شاش. بعد میرید میگید چرا میری زیر درخت‌ها میشاشی. فکر کنم تقریبا نصف رو اومدیم بچه‌ها. دیرتر میرسیم چون که من تا فکر کنم 5-6 بار فقط نگه داشتم و گروه بروتون رفتم شاشیدم. واسه همین یکم دیرتر میرسیم ولی خب دیر رسیدن بهتر از نرسیدن است یا اینکه با مسانی پر رسیدن است. بله پس برو که بریم. Let's go. Down, yeah. I've been feeling so, I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? واو بچه چه پول خفنی. پشمهایم شبیه لاس وگ ما یه پولی بود نیویورک بود کجا بود نمیدونم به خدا یه پولی بود خفن بود تو آمریکا بود شبیه پوله بود ولی این توی دورتموند. ولی واقعا بهتون میگم دورتموند یکی از قشنگترین شهرهایی که من تا الان دیدم. یعنی خیلی زیبا خیلی. بچه‌ها بالاخره نزدیک مرز فرانسه شدیم. فکر کنم 1 کیلومتر دیگه مرز رو رد می‌کنیم و واقعا منم کنجکاوم که مرز چجوریه چون که معمولا توی اروپا همه مرزا بازه یعنی اصلا هیچ پلیسی چیزی اونجا نیست. فکر کنم همین جلو مرزه بچه‌ها. این خطی که اینجاست مرزه. الان رد میشیم و وارد فرانسه میشیم. اوه بچه‌ها الان وارد فرانسه شدیم. برای بار اولم توی فرانسه شاشیدم بچه‌ها، به عنوان یک ایرانی تونستم توی فرانسه هم بشاشم. واقعا به خودم افتخار میکنم. من بار اولی که وارد فرنچ شدم بچه‌ها، من تا الان فرنچ نرفتم و مرزم که با هم اصلا مشاهده کردیم اصلا هیچی نبوده، حتی یه دونه پلیس هم ندیدم. یعنی مرز بازه توی اروپا. حالا من دانمارک و چه میدونم لهستان اینام رفتم، همینجور بود، مرز بازه کلتون میندازی پایین مثل آدم حسابی میره اون ور مرز. دیگه مثل ایران و عراق نیست که یه سرباز اونجا باشه یه سرباز هم اینجا، دو تا کلاش دستشونه، بعد این به اون فوش میده این به این فوش میده، اینجوری نیست اصلا. خوش به حالش بچه‌ها. گو خوردم پلیس فرانسوی هم هست، اینم از ماشینش، اینم از دکلش، اون چیز سبزم اندونیشه. بله پس مرز فرانسه هم پلیس داره. جانم بچه ها، این خونهاش اصلا شبیه خونهای توی آلمان نیست، یه کوچولو شباهت داره به ایران. مثلا بلوار اینجور چیزا رو که نگاه میکنم بیشتر به ایران شباهت داره تا به آلمان یا کشور دیگه. اولا نمیدونم من فکر کنم 10 دقیقه توی فرانسه ام، ولی خیلی خوشم اومد. بونجور. آنم باید سلام کنه دیگه، میگن سلام سلامتی میاره دیگه. یکی دیگه هم هست بونجور. بچه الان هم باید ماشین رو برای بار سوم شارژ کنیم و بعدش میتونیم مستقیم بریم فرانسه. الان 22% شارژ داریم، تقریبا تا 60% شارژ کنیم اوکی، چون که نزدیک هتل یه دستگاه شارژ هست که اونجا رو ما رزرو کردیم و مجانیه. بعد پول پارکینگ رو میدیم، مثلا همین بعد اینجا پول خرج کنیم ماشین رو پر کنیم، بعد بریم اونجا دهن رو سرویس کنیم. That's not working for Volkswagen. Yeah? بچه راجرای تسلا معمولا مخصوص تسلا، بعد ایشون میخواد یه ماشین فلوکسواگن رو باشه آشونه، ولی نمیشه متاسفانه چون که اینا مخصوص تسلا. روی اولین بار بچه‌م داره برق فرانسوی میگیره. بیا بخور ببین مال فرانسویه، بزن که شاد چی روشن شه. خب بچه‌ها ما ماشینم تقریبا 20 دقیقه شارژ کنیم، بعد بریم سمت هتلمون. الان ساعت 7 خورده فکر کنم، تا برسیم پاریس یه کوچولو هوا تاریک بشه، بریم ببینیم که چیکار. بچه‌ها فکر کنم نسل پشا رو من منقرض کردم. نگاه کنید، وای اولی شت، یعنی واقعا نسلشون رو من منقرض کردم، شبیه قاتلای زنجیره‌ای شدم من واسه این پشا. حتی آینه‌م فکر کنم 20 تا پشه رو کشته. اصلا هم خنده‌دار نبود میدونم، ولی خب یه چیز ناراحت کننده. پشم حیوونه دیگه، پشم باید زندگی کنه. به خدا دست خودم نبود. من داشتم توی ناوی برای خودم نگاه میکردم، بعد دیدم ما خیلی نزدیک لندنیم بچه‌ها، یعنی ما اینجا این لندنه. با ماشین فکر کنم تقریبا 2.5 ساعت تو راه باید باشیم. بعد اینجا یه تونل خیلی خفنه، تونل زیرآبی باید باشه. آره اینجا باید باشه، حدس میزنم، مطمئن نیستم، من شنیدم که تونله، شاید هم اصلا کشتیه، معلوم نیست. نمیدونم، شما اگه میدونید حتما برام بنویسید. و اینجوری میشه از فرانسه رفت وارد انگلیس و لندن شد و من خیلی 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 دوست دارم برم. یعنی اگه من پاسمو داشتم تو همین سفرم میرفتم، چون واقعا از روزی که اومدم آلمان دوست داشتم یه مسافرت ماشینی از آلمان تا لندن داشته باشم، ولی شرایطش که اوکی شد حتما لندنم میرم با ماشین. از اینجا تا پاریس و هتلمون هم تقریبا 2 ساعت راست، رامون هم خیلی خوبه، مستقیم میریم میرسیم به هتل. یس بچه‌ها، مثل که فرانسه هم عوارضی داره اگر اشتباه نکنم. این جلو هم پلیس وایساده دایسو. آها تیکت بونجور. بچه‌ها پلیس میگم برو، من رد شدم با کمال پررویی میگم پلیس. بچه‌ها ببینید واقعا این توربینه خیلی خسته است، چند وقت داره استراحت می‌کنه، ولی اینا زرنگ و کاری هم بچه‌ها. رسیدیم سر این زورگیری توی فرانسه. ای پشمام زانتیو، وو اصلا فکر نمی‌کردم اینجا هنوز زانتیو باشه توی فرانسه. بچه‌ها زانتیو یه خوشگل فرانسوی هست جلومونه. این ولی فکر نکنم تو کارش فوتی باشه. من تو آلمان 2 بار تا الان دیده بودم، همین الان تو فرانسه هم دیدم، اصلا واقعا پشمام ریخت. بچه‌ها زانتیو پلاکش مال آلمانه، از آلمان میاد. بچه‌ها مثل که 11 یورو 60 سنت شد. حرام بکنم تقریبا 100 کیلومتر اومدم توی این اتوبان، عوارضش 11 یورو 60 سنت شد که به نظر من قیمتش مناسبه واسه اروپا. feelings, I got some new feelings that make you uncomfortable. So bring out all the good in me, I see what I'll never be. خب بچه ها بالاخره رسیدیم هتل و از بیرون که اینجوریه، یعنی بهش میاد خیلی چیز خفنی باشه، بریم ببینیم که داخلش چطوره. Buongiorno. I wanna check in. My name is Kufi. Can I have your ID or your passport? Yes. Yes. Thank you. Okay, you have your car. Yes, I have a Tesla. Hey yo, what the fuck? Do you have a charging station? Yes, yes. Do you have here? Yeah, but here the parking is full, but in other parking you have the place to. Okay. خدا رو شکر یه پارکینگ هم بغل همینجا هست که شارژر هم داره، میتونیم ماشین رو تا صبح بذاریم تو شارژ پر شه. الان ایشون هم داره پاسا رو وارد میکنه. No problem. Buongiorno. So just for information, book a room for a person who has handicap. I don't understand. A room for a person who have a problem with modality, mobility. بچه من یه اتاق سفارش دادم که برای آدمای فلجه. یعنی خود خری. My English is not so good. The most important is that I understand what you tell me. Good, madam. Merci beaucoup. How can I say good in French? Yeah. Okay, beyond, madam. The room is already paid, you are going to pay the parking. Yes, and no the local tax, please. I am rich, just I don't have a money. Our hotel is always open. Your breakfast will be served every morning between 6 to 10. For your room, it is on the 5th floor, this is your number and the access code of the room. If you have to use the Wi-Fi, it's the same system. For the identifiant, you put your number, and for the password, you put the PIN of your room. I have a question. Who is the Eiffel tour? Our hotel is just here. You have to take the line 11. Ah, with the car is not okay? If you want, but it can have a lot of traffic tonight. Thank you very much. What's your name? Anel. Okay. Nice to see you. Yeah. Bye bye. بچه‌ها رمز و چیزای اتاق هم گرفتیم. الان بریم ببینیم که اتاقش چجوریه. بریم ببینیم که کلا سرمون گذاشتن یا نه. بچه‌ها رمزش رو وارد کردیم و بریم ببینیم که چجوریه که چقدر کوچیکه. خیلی کوچیکه. بذار از اینجا شروع کنیم. بکس. بچه‌ها این حموم و توالته. اینم که منم خب بریم سراغ اینجا که واقعا کی ولی نخلیه بچه، جمع جور و نخلیه، بد نیست. یانه داریم، تلویزیون داریم، میز و این لامپا. اینا رو نمیشه برد که، همه رو با چیز چسبوندن. اینو میشه همراهمون ببریم. دو تا پریز برق خدا شکر داریم. وای ایول، اینجا از این چیزا USB هم داره. ایول. و اینم برای لباسامون و تخت دو نفره. تختش هم که خرابش کردم که تلویزیونم اینم که حفظ کردن. ای آشغالای عوضی کفت کردن. وای چه ویوی خفنی داریم. به به بچه ویوش بعد خوبه. بکس من باید برم الان ماشین رو پارک کنم، بذارمش توی شارژ، بعد برم وسیله ها رو بیارم تو اتاق و فردا قراره که بریم برج ایفل و بریم دو سه تا جای خفن دیگه هم سر بزنیم. ما امشب خیلی خسته ایم، فکر کنم تقریبا 14 ساعت تو راه بودم. البته بچه 10 ساعت هم میتونستم بیام، ولی خب من فکر کنم 12 بار نگه داشتم، رفتم دستشویی واسه خیلی دیر شد. آره دیگه امشب بریم بخوابیم، فردا قراره که کلی کار انجام بدیم. شب شما بخیر. بچه ها رینگ ماشین رو ببینید، همین الان تو این پارکینگ اند می‌خواستم از اینجا بیام بیرون که خورد به این. چرا؟ چون که نگاه کنید بچه‌ها چقدر باریکه. بعد اینا رو هم گذاشتن اینجوری، بعد اینجا مجبور میشی بپیچی. بعد منم درست حواسم نبود، بعد رینگم خورد بیرون. بچه‌ها بالاخره یه دونه پریز برقی رو بردم که تونستم ماشین رو بزنم تو شارژ. واقعا از این هتل ناامید شدم، یعنی اینا اینقدر اسکلن، اینقدر اسکلن خب که به پریز برق میگن دستگاه شارژ، به این میگن دستگاه شارژ. بچه‌ها این مال ماشین خودمه خب، یعنی من اینجوری اگه بخوام ماشین رو شارژ کنم بیشتر از 24 ساعت طول میکشه. یعنی من اگه 10 ساعت برم بخوابم باتریش الان 8% تا فردا صبح فکر کنم 50% شارژ داره، ولی به این میگه دستگاه شارژ. خب با دستگاه شارژ، خب دستگاه مخصوص شارژه، یه دستگاهیه که برقشون ولتاژش بالاست، اینو میزنه بهش کار میکنه، مثل پریز برق معمولی نیست. بعد تو همین طبقه هم دو تا دستگاه شارژ بود که من اینو ندیده بودم، چون من از اینجا رد شدم با ماشین و از بس مثلا اون کوچیکه که پشت این ماشینه بوده و من اصلا ندیدم. و معمولا این زمین رو مثلا بعد سبز رنگ کنم، اینجا مارک ماشین برقی رو بعد بزنن، آرمش رو بعد بزنن. یه حس بدی داره. من الان خستم، مثلا 14 ساعت رانندگی کردم، اومدم اینجا دقیقاً 1 ساعت و نیمه من تو کل این پارکینگ لعنتی دنبال پریز برق بودم، بعد اونجام رینگ ماشینمو زدم. ولی فدا سرتون بچه‌ها، خم واسهتون نباشه، این مال دنیا رفتنیه و هیچ وقت قصه مال دنیا رو نخورید. Hi. Hi. 5, 2, 3 my room. Okay. Thank you very much. بچه‌ها سیممون رو برمی‌داریم، هر چی که می‌بینیم دو تا از اینا می‌کنیم توی سیریم. از اینا که من دوست ندارم، بریم چیزای گرون و خفنشون رو برداریم. مثل این تخم‌مرغاشون تموم شده، کثافت. اینم که تکه مال گوشت خوکی که خوشمزه نیست. بچه‌ها زبونه هیچی نداشتن، یعنی تخم مرغ تمام شده بود، فقط شکلات داشتن و نون و مربا. بعد دیگه گفتم چه وضعشه از این داستانا، رفتم بهمون پس بده. واقعا مسخره بازی بچه‌ها. پول صبونه رو میدی، تقریبا فکر کنم روزی 20 یورو پول صبونه، بعد هیچی صبونه. بچه‌ها توی پاریس هم پلاک‌های بی‌تربیتی پیدا میشه. این چه پلاکی آخه؟ ای آدم بی‌تربیت، از سن خجالت بکش. یه تیمیز شیشه خوشگل و زیبا. بچه‌ها همین الان ماشینم شستم، چون که واقعا خیلی خیلی کیر شده بود و اصلا نمیتونستم براتون فیلم بگیرم، مخصوصا شیشه جلو الان تمیز شد. و صبونه هتلمون که اصلا تو دهنمون زهر مار شد، هیچ چیز نداشتن به غیر از نون و کره و مربا، یعنی حتی تخم مرغ هم نداشتن، فقط چند تا سوسیس داشتن که سوسیس هم واسه همین الان داریم میریم سمت برج ایفل و گفتیم که تو راه هر جا که یه مغازه خوشگل و شیک و زیبا بود نگه می‌داریم، یه صبونه مشتی هم میزنیم توی بدن، بعد میریم سمت ایفل. من عاشق این آهنگم، واسه همین الان که اومدم تو فرانچ فقط دارم این آهنگ رو گوش میدم. دوست دخترم دهنش سرویس شده. It's good music. شارژ قفن پیدا کردیم بغل برج ایفل. حالا که صبونه بخوریم و یه سر بزنیم به برج ایفل، ماشینم راحت میتونه برای خودش شارژ. وای بچه یه مدل وای غول پیکر هم داریم اینجا، خیلی خفن. نظرتون حتما برام راجع به مدل وای بنویسید. بچه توش دقیقاً مثل ماشین منه ولی جاده‌تر. ماشینم توی شارژه. ما هم بریم برای صبونه. مکس یه رستوران خیلی خفن پیدا کردیم که بریم اونجا صبونه یا همون نهارمون رو بزنیم. بونجورنو. بونجور. بونجور یا you wanna eat breakfast. Yes yes yes. Who is the toilet? Okay, thank you very much. I keep the plate this one here. Yes, it's okay. I go to the toilet first. توی توالت. آقا ما می‌خواستیم بریم زیر برج ایفل ولی خب این معده نمیذاره لامصب. آقا قیمتاش بیداد میکنه بچه‌ها. وای وای. یه پیتزا باهاتون در میاد معمولیش 11 یورو. پیتزای خوب 13 14. آقا من تصمیمم گرفتم، من املت سفارش میدم چون که صبونم نخوردم. What do you want to order؟ دوست دخترم هم کورسون سفارش میده چون کورسون هم خیلی خفنه. من هر دو تا رو ولی سفارش میدم. من شکمم گنده ساخت. کاپوچینو هم اومد. وای بچه‌ها قنداشون اینجوری بسته بندی شده است. چقدر خفن. تو ایران از این کله قندیا می‌خریدیم، با می‌زدیمش گنده بند درست می‌کردیم. So, thank you. That's for me. من فکر کردم این املته بچه‌ها. به این غذای دوست دخترم بچه‌ها که من فکر کردم املته ولی نگو پنکیکه. بچه‌ها اینم از املت من. به چقدرم قشنگه. بچه‌ها ما بریم غذامون رو بخوریم، دلتون نخوره. Let's go. Thank you very much. Yeah. Buongiorno. اینم از غذامون بچه‌ها. قشنگ فکر می‌کنم معلوم از این شکم که زدیم به بدن. الان وقت چیه؟ وقت برج ایفله. بریم ببینیم از اون بالا این پایین چجوریه. ببین یه بارم که شده توی عمرم میخوام برم بالا بچه‌ها. خوبه. واریپا واریپا یه نوته تاریتو. بچه‌ها دقیقاً ما این سمت برج ایفلیم و یه رودخونه است که خیلی قشنگه، واقعاً مخصوص پیاده روی تو این هوا. و من تصمیم گرفتم که امروز یه دونه ولاگ ونگلت فیشینگ هم توی پاریس بگیرم براتون که توی چنل دوم میاد. پس همین الان برو چنل دومم سابسکرایب کن، مهران مگنت، و منتظر ولاگم باش. فکر کنم چند روز بعد از ولاگ پاریس براتون حتماً آپلودش می‌کنم. این وضعیت زشته، کثیفه، مستهجنه. بچه‌ها زیر برج ایفل شاشیدم. بچه‌ها به عنوان اولین ایرانی افتخار میکنم به خودم که تونستم زیر برج ایفل بشاشم. چه حس خوبه. دوستان عزیز همکنون برج ایفل تا حالا از این نزدیکی ندیده بودمش بچه‌ها. شاید خفنه واقعا. اگه چنل منو همین الان سابسکرایب نکردید همین برج ببینید بچه‌ها. بگم تو بچه‌ها چه بازی خفنه. بونجور مادام. Can I write two? I am Katie. French? Me no French. Me just German English. Can I use? Very good. Thank you. بچه‌ها بریم بازیمون رو بکنیم. به به. زیر برج ایفل. بعد برای خود از این بازی‌ها کنه. از این بازی‌های بچگونه بچه‌ها. چیه بابا بچه سوسولا میرن اونجا کافی میخورن. چه می‌دونم میرن بالا. خیلی سکه خوش گله من. بشیم کناره دل من. چه جمعیتی این پایین. همون داره منو نگاه می‌کنن. خب برو دیگه برو دیگه. خوش. بابا یه ساعت داره بس می‌کنه. اصلا روشن نمی‌کنه. نمی‌دونه که بچه‌ها منتظرن این پشت. ایول بچه‌ها داره راه می‌افته. چه حالی میده. الفاظ چه حالی میده آدم یاد بچگیاش میفته سرم داره از کمی الان گیج میده بونجور آقا به هرچی بونجور میگم جواب نمیدن چرا ای تموم شد دوباره نه ولی واقعا خستم شد واقعا خیلی حال داد بچه‌ها Can I try it? Yes, yes, yes. How much? 20 €. Where are you from? Germany? Germany. Yeah, when do exactly links. Also kannst du Deutsch, ne? Sehr gut. بچه اینا کم میاد بهم. It's okay. No, thank you. Why are you running? بچه داشتم عینکه رو امتحان میکردم میخواستم بخرمش یو کل بساط و برداشت سر در رفتم بگو پلیس داره میاد به احتمال زیاد یادش بخیر تو ایرانم دستفروشی میکردم توی بندر اینجوری بود تا شهرداری میومد اطلاع میدادن بهمون بعد سریع بساطمون رو جمع میکردیم واقعا چه عظمتی داره برج ایفل بچه اینجا پول اسمت نوشته نمیدونم حدس میزنم اسم کسایی که این برج ساختن شما اگه میدونید حتما برام توی کامنت ها بنویسید که این اسما چیه اینجا زدن وای بچه آدم اصلا احساس وحشت میکنه این پایین خیلی بزرگه بعد اینجا مثل که پله داره زوم کنم ملت از این پله ها میرن بالا نگاه یه آقا هم اینجا وایساده از اونجایی که من خیلی گشادم از دنبال آسانسور بچه ما تقریبا 40 دقیقه تو صف آسانسور بودیم و از اینجا بعد مثلا طرف میره سوار آسانسور میشه البته ما هنوز باید این مسیر رو کامل پشت سر میذاشتیم که دیگه پشیمون شدیم و الان برمیگردیم چون که واقعا اگه این کارو میکردیم دو سه ساعت از وقتمون رو میگرفت و کل این مسیر که دارم میرم ما تو صف وایساده بودیم نگاه کنید واو چقدرم شلوغه از همه اینا جلوتر بودیم ولی خب نمیارزه خیلی دوست داشتم با آسانسور برم بالا از بالا براتون فیلم بگیرم که دیگه قسمت نشد بچا چون میگم ما قراره هنوز بریم مگنت فیشینگ کنیم و بریم به یه جای دیگه هم سر بزنیم با این شرایط دیگه اصلا شب میشه میرسیدیم به هیچ کدوم از این کارا بچه اینجا چند تا از این کارگران که فکر کنم میخوان برن این بالا با آسانسور دیو گو اپ اوکی چرا رفتم ازشون پرسیدم میتونم باهاشون با آسانسور برم بالا گفتن نه اینجا فکر کنم یه چیز دارن میسازن یعنی من فکر کنم آدم پروتر از خودم تا الان ندیدم بچه اینم صف پله است اینجا ملت تو صف وایسادن که بعد برن اونجا و بعد از پله برن بالا فکر میکنم یو بکیه فرام د دیسیا یو وان گو اپ Okay, for today is up, yeah? Yeah. He's like, today is up, yeah? بچه دقیقا زیر پل یه دونه رستوران هست که قیمت‌ها رو ببینید شراب 180 €، شراب سال 2017، شراب چون سال 2016 210 €. بعد من الان به سخترم گفتم بیا اینجا غذا بخوریم ولی خب گو خوردن. ناموسن گو خوردن. This is no quality, no good. No money. No quality, no. Can somebody give me a Nobody? What is wrong with French? Viens, on s'en va, même si on ne sait pas vraiment où l'on va. Juste loin de là. Viens, on part loin, qu'importe le chemin, qu'importe le destin. Viens juste, on part loin. خب بچه‌ها این بود از ویدیو امروز امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه بچه‌ها چنل منو اگر دوست داشتید سابسکرایب کنید تا ولاگ‌ها اینجوری رو از دست ندید مردم میریم دیزنیلند هم توی پاریس که ولاگ جداگونه میشه بعدش میریم بلژیک و بعد از بلژیک قرار بریم آمستردام منتظر 3 تا ولاگ خفن دیگه هم باشید خلاصه که دوستتون دارم عشق منید عشق نگرید تا ویدیو دیگه بای بای See those mansions I keep on, they won't give you anything Tell you what I'm waiting for Got that fashion for me, girl, can't say I don't find بچه اومدیم توی خیابونی که فقط گوچی، بالنسیاگا، چه میدونم لوی ویتون رو از اونجور چیزا پیدا میکنه. من برای اولین بارم تو زندگیم مکلارن دیدم تو این خیابون. یعنی من اگه بخوام اینجا خرید کنم فکر کنم باید 20 سال وام بگیرم. بعد 6 تا وام بگیرم تا 20 سال خس بدم. ببین حتی دوچرخه‌ای که اینجا پارک کرد سوپریم روش نوشته. دوچرخه‌هاشون هم اینجا قیمتی میشه. خب برای بچه خوشگل آقا ما اومدیم یه جایی که خیلی جای خوبیه. و این جا یه جا توی پاریسه که جاش واقعا جای خوب پاریسه. این جایی که ما اومدیم اون جای همیشگی نیست. و این موزه‌ای که اینجا می‌بینید یه موزه خیلی خیلی مشهوره که توش پر از عکسای خوشگل، زیبا، قیمتی و گرونه. فیلم لوپین رو اگر شما دیده باشید، همون آقایی که میره تو موزه عکس میدوزه، اون فیلم هم تو این موزه درست کردن. و من حدس می‌زنم تمام این ساختمونام مربوط میشه به این موزه و این موزه به این مشهوره که شبیه حرمه. Hey yo, what the fuck؟ حرم میگن، چی میگن، ببخشید. از این مثلثای فرعون چی اسمش نمیدونم، شبیه همونه. بچا اینا روی این سنگا وای میسن، بعد اینجوری دستاشون اونجوری میکنن. ببین خودتون، این یعنی اینکه مثلا اینجوری موزه رو با دستشون گرفتن. آخه این چه کارهای جلف بازی اینا انجام میدن، واقعا زشته. طرف ریشش از هیکل من گنده تره، اومده برای من اینجوری میکنه. ایرانن که بیا یه فیلمی با هم بسازیم، میام فیلم جکی جان با هم بسازیم، میام